خیلی خوش اومدید به چالش دوم ما این ویدیو از سری ویدیوهایی هستش که برای سال نو براتون در نظر گرفتم برای اینکه بتونید یک عادت جدیدی رو خلق بکنید به اهدافتون برسید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و نظم بیشتری رو بتونید به کارهاتون بدین پس ازتون میخوام تمام این سری ویدیوها رو دنبال بکنید برای اینکه بدونید چه کارهایی رو باید انجام بدید برای اینکه سال جدید رو متعلق به خودتون بکنید قبل از هر چیزی میخوام بهتون سال نو رو پیشا پیش تبریک بگم امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید ایام به کامتون باشه و سال خیلی خیلی خوبی رو در رو داشته باشید بریم با همدیگه راجع به این ویدیو صحبت بکنیم و راجع به این که قراره با همدیگه راجع به کارهایی صحبت بکنیم که بین پنج تا شیش صبح قرار از این به بعد انجام بدید همون کتاب باشگاه پنج صبحی ها که مطمئن هستم خیلیاتون تا الان مطالعش کردید داستان از این قرار هست که افراد خیلی کمی هستند در این دنیا که ساعت بدنشون رو اینجوری تنظیم کردن که ساعت پنج صبح از خواب بیدار میشن و این افراد مسلما خیلی جلوتر هستن از افراد دیگه به خاطر اینکه افرادی هستن که میتونن برنامه ریزی خوبی داشته باشن، افرادی هستن هدفمند، کسانی که میدونن که چقدر وقتشون باهمیت با هست و میتونن یک برنامه ریزی درستی داشته باشن از کارهایی که در طول روز انجام میدن. تمام افراد موفق، تمام افرادی که اسمی از خودشون به جا گذاشتن افرادی هستند که سهرخیزند و صبح زود از خواب بیدار میشن برای انجام دادن کارهای مختلف و برنامه ریزی دارن در زندگیشون میخوام با همدیگه راجع به این صحبت بکنیم که اگر شما میخواین به این باشگاه پنج صبحی ها بپیوندید که شما هم پنج صبح از خواب بیدار بشید همون چیزی هست که در ویدیوی اول در چالش روز اول بهتون گفتم 66 روز مسلما. زمان لازم هست برای ایجاد یک عادت جدید پس قرار نیست که ببریم که وسط راه به بیراه کشیده بشه کارمون و این عادتمون در واقع قرار مصمم 66 روز اگر میخوایم به باشگاه پنج صبحی به پیوندید ساعت پنج صبح از خواب بیدار بشید و اینکه سعی بکنید برنامه ریزی داشته باشید برای کارهاتون مسلما این زمان زمانی هستش که اکثر افراد در خواب هستند پس شما وقت خوبی دارید برای فکر کردن برای برنامه ریزی کردن راجع به روزتون برای خلاقیتتون برای کارهایی که می‌خواین در آینده انجام بدید پس میزان حواس به کمترین میزانش میرسه و میتونید وقت بیشتری برای خودتون بذارید برای اینکه روز رو مثبتتر شروع بکنید بیایم با هم دیگه راجع به قانون 20 صحبت بکنیم 20 20 20 یعنی چی یعنی اینکه بین 5 تا 5 و 20 دقیقه باید چه کارهایی انجام بدیم 5 و 20 تا 40 و همینطور 5 و 40 دقیقه تا 6 صبح چه کارهایی رو بعد انجام بدیم اولین 20 مسلما بین ساعت 5 تا 5 و 20 دقیقه هست یعنی 20 دقیقه اول کارهایی توصیه میشه انجام دادنش که باعث تعرق شما میشن کارهایی که باهاش میتونید یک حرکتی رو انجام بدید مثل دویدن مثل دو شرخ سواری کردن روی تردمیل قرار گرفتن تناب زدن یک پیاده روی خیلی کوتاه چیزهایی که باعث بشن شما یک مقدار تعرق داشته باشید به چه دلیل به خاطر اینکه این به شما کمک میکنه که BDNF ترشح بکنید و بهش میگن که چی بهش میگن یه دونه نوروتروفیک فاکتور یعنی چیزی هستش که باعث میشه ذهن شما رو در واقع تحریک میکنه که سلول های آسیب دیده رو بتونه از نو بسازه و بتونه اونها رو ترمیمشون بکنه باعث میشه که هورمون کورتیزول که هورمون ترس هست به کمترین میزان خودش برسه به کمترین میزان ترشح برسه به خاطر اینکه هورمون کورتیزول در صبح بیشترین مقدار ترشح رو داره باعث این میشه که دوپامین سطحش در بدن ما بالا بره و احساس بکنین که چقدر پر از انگیزه هستید پر از انرژی خوب هستید باعث میشه که سطح سروتونین و همچنین نورپینفرین در بدن ما بالا بره و یک حال خوبی رو اول صبح تجربه بکنیم اکثر کسایی که اول صبح ورزش میکنن اول صبح میرن بیرون میدونن پیاده روی میکنن افرادی هستن که هم در طول روز انرژی بیشتری دارن هم افراد شادتری هستن و این به دلیل ترشح شدن این هورمون هایی هستش که نام بردم براتون بعد از اینکه این, این کار انجام دادید بعد از یک ورزش صبحگاهی کوتاه بین 5 و 20 تا 5 و 40 دقیقه زمانی هستش که خیلی خوب هست برای اینکه یک لیوان آب بنوشید بهترین چیز این هستش که اول صبح یک لیوان آب بنوشید بعد از ازتون میخوام یک مدیتیشن کوتاه داشته باشید یا هر اون چیزی که باعث میشه ذهنتون تو یک حالت ریلکسی قرار بگیره یا تو یک حالت آرومی قرار بگیریم میتونید تصویر سازیتون رو انجام بدین برای 20 دقیقه یا یک مراقبه کوتاه داشته باشید یا یه سری جملات تأکیدی رو تکرار بکنید و بعد از اون میرسیم به آخرین 20 دقیقهمون یعنی بین 5 و 40 دقیقه تا 6 صبح این زمان بهترین زمان هست برای یادگیری بهترین زمان هست برای اینکه کمک کنید به رشد ذهنی و فکری خودتون اگر که میخوان یک هدف جدیدی رو داشته باشید یک کار جدیدی رو شروع بکنید یک برنامه جدیدی رو برای خودتون دارید بهترین زمان هستین 20 دقیقه برای یک مطالعه کوتاه همین 20 دقیقه کافی هست اگر در طولانی مدت انجامش بدید هر روز صبح این 20 دقیقه رو صرف بکنید برای اون چیزی که میخواین بهش برسید صرف مطالعه بکنید در راه اون چیزی که میخواین بهش برسید در بلند مدت میتونه زندگیتون رو خیلی خیلی زیاد تغییر بده پس این بود چالش روز دوم این سه تا دقیقه رو میخوام حتما انجام بدید میخوام به باشگاه پنج صبحی ها بپیوندید در قسمت توضیحات براتون بیشتر راجب به این کتاب می میخوام حتما کتاب رو بخونید خلاصه این کتاب این ویدیویی بود که بهتون گفتم و با همدیگه راجبش صحبت کردیم مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید منتظر چالش روز سوم باشید دوستتون دارم و خداحافظ